به نام خدا. پیامی دارم خدمت جناب بانکیمون، رئیس سازمان ملل. با سلام عالی جناب بانکیمون. عالی جناب، 209 با بیش از 100 سلول مدتی وسعت پیدا کرد. تعدادی سلول جدید و بهبودی ساختم، دو اتاق ساختم و تعدادی از سلول های قدیم را نیز دو تا یکی کردم. درد دیدم اتاق های شکنجه با آکوستیک، حتی درهایش ایزوله است. مگر سیاه چال وحشتناک زیر ساختمان که در دیوارش آکوستیک نیست، صدا بیرون نمیاد. تازه یک ایالت کوچک در ابین هست، سامان بیش از 100 زندان مخفی و اخباری در تهران دارد. آلی جناب، این سیاه‌چال ها رو در کل کشور همچون سلاخانه های سنتی اداره می کنند. آلی جناب، اگر شما به دنبال نصف کشی و جنایتکاران می گردید، در ایران بیش از 170 تا 190 شاید هم بیشتر گور دست جمعی رو دارد. آلی جناب، در آنها از یک کامیون کوچک تا 3-4 کانتینر سرکاردار جنازه مقبول کشته. حتی دسته بسیار زیادی از گورهای افرادی در گورستان ها خالی و تویی از جنازه هست. اونها رو تویی از جنازه و خالی تحویل خانواده ها دادند. توضیح بیشتر دادم عالی جناب. در بعضی از آن لباس مقتولین رو زیر مقداری بتون آماده مدفون کردم و سنگ روی اون گذاردم که خانواده حتی نتواند نفشه فرد کند. اجساد این گروه ها عموماً به طور دست جمعی در عمق زمین مدفون گشتن. جوانان و نوجوانانی که از 11-12 سال به بالا، البته زنان باردار نیز شامل میشن. حالی جناب، این جنایت ها به دست همین انسان نما ها که شعار دروغین اسلام و انقلاب و صدور آن به دنیا را میدهند انجام میپذیرند. بله، به دست همین آنهای پریبکار و این رژیم دروغو و مستبد صورت میگیرند. حالی جناب، جنایت این رژیم به حدی است که در طی چند شب در سال 67 بیش از 33,700 نفر 33,700 نفر زندانیانی دارای حکم 5 سال 2 سال 1 سال حکم داشتند اعدام و در گورهای دست جمعی توسط کانتینرها و بولدوزرها به خاک سپرده شدند. و در مقابل این رژیم سپاک و ملایان پریبکار و جنایت پیشه بسیار مظلومانه به خاک سپرده شدند. این از ثمره حکومت ولایت مطلقه فقیه. همه چیز انسان را به کام مرگ